سرخط خبرها، حمله دیگر جبهه مقاومت بالای طالبان در شمال افغانستان، افزایش حمله های جبهه مقاومت در تخار، طالبان برای 14 ولسوالی تخار ولسوال جدید تعیین کردن، 252 تن از نظامیان پیشین و افراد متهم به عضویت جریان های ضد طالبان در زندان قندوز زیر شکنجه هستند. ادامه محدودیت ها بر زنان، طالبان زنان را از رفتن به روضه در بلخ منع کردند. گذرگاه سالنگ به طور کامل برای رفع و آمد بسته می شود. و کارشناس روس بدون اجازه کرملین حضور احمد مسعود در پارلمان روسیه امکان پذیر نبود. باید خدا به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. 252 تن از نظامیان پیشین و افراد متهم به عضویت جریان‌های ضد طالبان در زندان قندوز زیر شکنجه هستند. ده ها تن از نیروهای نظامی پیشین و افراد متهم به همکاری با جبهه‌های ضد طالبان که از ولایت تخار و بدخشان هستند، در زندان قندوز زیر شکنجه شدید طالبان قرار دارند. منابع معتبر به خبرگزاری مقاومت گفتند که در زندان مرکزی ولایت قندوز در حدود 96 تن از باشندگان ولایت تخار، 156 تن از باشندگان ولایت بدخشان به جرم اجرای وظیفه در حکومت قبلی و اتهام همکاری با جریان‌های مختلف علیه طالبان به طور وحشتناک در سلول‌های شکنجه و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. به گفته منابع در اتاق‌هایی که گنجایش 10 نفر را دارد، دست کم 50 تا 60 نفر در آنها نگهداری می‌شوند و زندانیان که به ضمن همکاری با جریان‌های مخالف طالبان یعنی مقاومت بازداشت شدند، شکنجه شدید می شوند که اکثرا دچار مشکلات جدید روحی و روانی هستند. منابع افزودند در زندان مرکزی قندوز حدود 165 تن از باشندگان ولایت بدخشان که اکثرا در حکومت قبلی ماموریت داشته نیز مبحوث هستند و پیوسته شکنجه می شوند. بر اساس گفته های منابع، آنها نیز حدود 30 تا 40 نفر در سلول های کوچک گنجایش 10 نفر را دارد جابجا شدند که امکانات و نیازهای اولیه هم برایشان ارائه نمی شود و اکثرا به امراض گوناگون دچار شدند. یک منبع از کارمندان حکومت پیشین در زندان قندوز است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با خبرنگار خبرگزاری مقاومت گفته است که شخص به نام عظیم الله که در نظام قبلی عضو ارتش بوده، در یکی از سلول‌های تاریک تحت شکنجه شدید قرار داشته و وضعیت صحی‌اش نیز نگران کننده است. عظیم الله به اتهام همکاری با جبهه مقاومت از سوی طالبان بازداشت شده است. این منبع تصریح کرد که اخیراً روزانه 2 الی 3 نفر از این زندانیان به جای نامعلوم انتقال داده می شوند که قرار اظهارات او دست کم 90% زندانیان را اقوام غیر پشتون تشکیل می دهند که به بهانه های مختلف گرفتار و زیر شکنجه قرار دارند. طالبان در قندوز دادگاه ویژه را شکل دادند تا پرونده های نظامیان سابق و افراد متهم با عضویت با جریان های ضد طالبان را رسیدگی می کنند. افزایش حمله های جبهه مقاومت در تخار، طالبان برای 14 ولسوالی تخار ولسوال جدید تعیین کردند. پس از افزایش حمله های نیروهای جبهه مقاومت در ولسوالی های ورسج، فرخار، خوجغار، رستاق و شهر طالقان مرکز ولایت تخار، طالبان برای 14 ولسوالی این ولایت ولسوال‌های جدید تعیین کردند. منابع به آماج گفتند که بیشتر این تغییرات در ولسوالی‌های چال، نمکاب، خوجغار، بهارک، سموج، بنگی، دشقله و ینگی قله صورت گرفته است. از سوی هم این تغییرات در حال است که به تازگی ولی تخار تبدیل و فرمانده امنی این ولایت که به اتهام تجاوز جنسی بر یک دختر جوان به کابل فرا خوانده شده بود، برکنار شد. همچنان 3 طالب در حمله نیروهای جبهه مقاومت در تخار زخمی شدند. جبهه مقاومت در اعلامیه گفته است که در یک حمله نیروهای این جبهه بر یک پایگاه طالبان در تخار، 3 عضو این گروه زخمی شدند. اعلامیه افزوده که حوالی ساعت 12 شب گذشته 8 سنبله، نیروهای جبهه مقاومت بر قرارگاه یک کندک گروه طالبان در ولسوالی رستاق ولایت تخار حمله کردند. در این حمله 3 تن از اعضای گروه طالبان زخمی شدند. یک منبع محلی نیز در گفتگو با خبرگزاری مقاومت حمله را تایید کرد و گفت که چند راکت به پاسگاه طالبان شلیک شد.
جبهه مقاومت گفته که در این حمله به نیروهای جبهه مقاومت آسیب نرسیده است. ادامه محدودیت ها بر زنان. طالبان زنان را از رفتن به روضه در بلخ منع کردند. منابع محلی گفتند طالبان زنان را از رفتن و گشت و گذار در بین روضه منصوب به حضرت علی در بلخ منع کردند. منابع امروز چهارشنبه 8 اسد گفتند طالبان از روز گذشته به این سو حضور زنان را در روضه مبارک در شهر مزار شریف منع کرده و از ورودشان جلوگیری میکنند. روضه مبارک شهر مزار شریف از مکانهای مذهبی مشهور افغانستان به شمار می رود که روزانه هزاران تن به خاطر دعا و سیاحت به این مکان می آیند. منابع تصریح کردند که طالبان برای افراد خود که در 4 طرف روضه برای تامین امنیت حضور دارند دستور دادند که به هر شکل می شود از حضور زنان در داخل روضه جلوگیری نمایند و برایشان اجازه ورود ندهند. کارشناس روس: بدون اجازه کرملین حضور احمد مسعود در پارلمان روسیه امکان پذیر نبود. یک کارشناس روس در تحلیل درباره سفر احمد مسعود به مسکو نوشت که حضور رهبر جبهه مقاومت بدون اجازه کرملین در پارلمان روسیه ممکن نبود. آندری سرکو در این تحلیل طالبان را ملاهای خشن دیکتاتور خواند و افزود روسیه در حال تغییر استراتژی خود است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت درست پیش با سرگی منوف رئیس حزب روسیه عادل در پارلمان روسیه در مسکو دیدار کرد. سرگی منوف که متحد پوتین رئیس جمهور روسیه دانسته می شود در دیدار با احمد مسعود گفت ما معتقدیم که مردم افغانستان باید خودشان آیندهشان را تعیین کنند. جبهه مقاومت می گوید سرگی منوف مقاومت کنونی علیه تروریسم در افغانستان را ادامه مبارزه احمد شاه مسعود خوانده است. گذرگاه سالنگ به طور کامل برای رفع آمد بسته می شود. وزارت فواید عامه طالبان اعلام کرده است که گذرگاه سالنگ به طور کامل برای ترافیک بسته خواهد شد. این وزارت روز چهارشنبه 8 سنبله با انتشار اعلامیه گفته است که گذرگاه سالنگ از روز یکشنبه 19 سنبله با تکمیل شدن کار بازسازی داخل تونل بسته می شود. این وزارت از شهروندان تاجران و رانندگان خواسته است تا در مدت 11 روز ضروریات خود را تکمیل نمایند. گفتنی است که کار بازسازی شاهراه سالنگ در 20 سرطان سال جاری با حضور ملا برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان گشایش یافت. پروژه بازسازی این جاده به 2 شرکت خصوصی سپرده شده و قرار است در مدت 2 سال به بهره برداری سپرده شود. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.